و گرمای این روزهای شهر مهران، بازار صادرات هم حسابی گرم است. مرز زرباطی و مهران از سال 82 به صورت رسمی آغاز فعالیت کرده که تاکنون بیش از 14.5 میلیون دلار کالای مختلف از طریق این مرز به کشور عراق صادر شده است. از اصفهان. بارتون چیه؟ ظروف پلاستیکه. من از تهران. از اهواز. دستگاه اسکرپل. امروز به منظور تسهیل در تردد صادرات کالا، مسئولان گمرک دو مرز زرباطی و مهران با هم دیدار داشتند. از سال 82 به بعد به مدت 18 سال در مرز مهران فعالیت‌های تجاری دارم. مسائل ساختمانی من صادر می‌کنم. اکثر کالایی که از اینجا صادر میشه خب شامل کاشی سرامیک، تره‌بار، مواد پلاستیکی، مواد پتروشیمی، از آهنالات و سایر کالاهایی که مجاز هست صادر میشه. ولی اگه حل نشن تبدیل به مشکل بزرگ میشه. و هول و هوش مسائلی همچون تسهیل تجارت و تسهیل روابط دو طرف در بحث تجاری مطرح شد. در خصوص مبادلات بین دو کشور مسائل خوبی رو مطرح شد. هم اونا دغدغه هاشون رو مطرح کردن و هم ما دغدغه تجار رو مطرح کردیم. انشالله با امید خدا شاهد رشد مراقب تجاری در مرز مهران باشیم با این تعامل هایی که صورت میگیریم. روزانه بیش از 400 کامیون کالا از طریق مرز مهران به کشور عراق صادر می شود که در صورت فراهم کردن زمینه مناسب برای صادرات می توان شاهد افزایش این آمار هم باشیم. از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ماه بیش از 124 میلیون دلار کالا از طریق مرز مهران به کشور عراق صادر شده. در صورت رفع موانع تولید در داخل کشور و صادرات کالا در مرزها، شاهد افزایش این آمار هم در داخل کشور و هم در صادرات در مرزهای کشور خواهیم بود. مهدی رادپور، خبرگزاری صدا و سیما، مرز بین المللی مهران.